سلام، من تمیرا هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم بچه ها که بهتون آموزش بدم این پاف خوشگل رو چجوری خودتون بدوزین دوختش. خیلی راحته. تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. بچه برای کشیدن الگوی این کار ما یه به پارچه نیاز داریم که دو حالت دولای بسته پارچه ما 145 در 86 باشه. پارچه رو به این شکل تا میزنیم به این صورت. ببینید این قسمت به صورت به این شکل هستش و اینجا هم دولای بسته ای کار ما هستش و میاییم کار رو به این شکل. ما از این قسمت ببینید ما 80 سانت پارچه نیاز داریم. این 40 سانت وسط رو از علامت میزنیم. از اینجا هم 40 سانت، از این قسمت هم 40 سانت، یعنی از اینجا تا اینجا 80 سانت. اینم وسط کارمون هست. حالا از این 40 سانت خطکش رو میذاریم و به این شکل 40 سانت 40 سانت علامت میزنیم. صفرمون رو اینجا میزنیم و 40 سانت هامون رو به این شکل علامت میزنیم. ببینیم ما دو تا دایره داریم که به عرضه به قطر 80 سان هستش. دو تا از این دایره ما باید داشته باشیم. حالا به قسمت بعدی که بچه همونطوری که میبینین دو تا از این لایه داریم که 30 سانت هستش در 128 سانت هست. دو تا لایه هم از این طرف داریم دایره هستش که این قسمت قطرش میشه 80 سانت. دو لایه هم از این داریم. حالا میایم مرحله که بعد دو لایه این دو قسمت روی هم قرار میگیره. یک قسمت رو 18 سانت فاصله میدین، اینجا رو نمیدوزین، دوخته نمیشه و این سمت و این سمت دوخته میشه و این قسمت کامل از اینجا تا اینجا کامل دوخته میشه. پس اینجا کامل دوخته میشه، این قسمت بالا و پایین دوخته میشه، اینجا رو نمیدوزین. تا جام توی جمیدی این سمت کار رو من اول و آخرش رو دوستم. این سمتش رو 18 سان باز گذاشتم. ببینین به این شکل هست. این طرف رو میدوزم. میبینین یه طرف کار کامل دوخته شده، یه طرفش اینجاش باز هست. 18 سانت این قسمت کار باز هستش. حالا میایم این دایرتون رو به این شکل تا میزنیم از وسط.
برم به دو قسمت تقسیم کردیم میایم این دو قسمت کار رو سنجاق میکنیم برای هر دو تا دایره و وسط رو علامت میزنیم به این شکل. دو طرف وسط رو علامت میزنیم و میایم این قسمت وسط این کار رو، وسط این قسمت رو به این قسمتی که وسط این لایه بود، این دو تا قسمت رو به هم سنجاق میکنید. تا آخر کار این کار رو ببینیم به این شکل اینجا رو بعد سنجاق کنیم. این سمت رو هم به وسط این قسمت به این شکل و هم وسط اینجا رو با این قسمت با هم دیگه باز سنجاق میکنیم. کل دو قسمت رو با هم متصل میکنیم. همونطوری که میبینیم ما دور تا دور کار رو سنجاق کردیم و به هم وصل کردیم. این دو لایه رو، این دو لایه به هم وصل شد. حالا میریم دور تا دور کار رو بچه ها میدوزیم. حالا میایم برای مرحله بعد باز همین قسمت های وسط این طوری که میبینیم دور تا دور کار رو با سنجاق فیکس کردیم و حالا میریم دور تا دورش رو روی چرخ میدوزیم. بچه ها میاین از این قسمت کار که باز گذاشته بودیم کار رو به سمت رو آروم آروم برمیگردونیم. به این شکل کار رو به سمت رو از این سمت کار بچه کار رو پر میکنیم. از این مدل ابرهای خورد شده و از لایکو دیمه‌دار استفاده میکنیم برای پر کردن کارمون. به صورت مساوی تقریبا از این ها میریزیم داخل کار، هم لایکو دیمه‌دار رو بریزیم و هم از این ابرها و کل کار رو به همین شکل پر کنیم. همونطور که میبینید کار کامل پر شده. حالا از این قسمت که کار رو پر کردیم این قسمت رو ما سنجاق میزنیم به این شکل. این دوتا لایه رو روی هم قرار میدیم. روی
این صورت این رو انجام. به این صورت این قسمت رو با هم دیگه سنجاق میکنیم و خصوصا این قسمت کار رو پس‌سوز میکنیم. به این شکل که میبینید نقطه نقطه روی کار مشخص شده. حالا تو این مرحله اینا رو داریم، تکه هایی که از خود پارچه که به صورت مربع در آوردیم و یه نخ خصوصا میخواییم به این شکل از این نخ های کلوف و تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگه دوست دارین مدل پاف های بیشتری رو بهتون آموزش بدم، یه قلب همین الان تو کامنت ها برام بذارین تا مدل جدید پاف رو براتون آماده کنم. دوستتون دارم.